خدا را خب بیایم با هم کتاب مقدس رو باز میکنیم در کتاب ما میخوایم که در واقع در روز درباره روز سبت من میخوام صحبت بکنم روز سبت روزی هستش که در عهد قدیم روز هفتم بود آخرین روز هفته بود روزی بودش که تمام بنی اسرائیل بهشون حکم داده شده بود که این روز رو مقدس نگه در اون روز کار نکنند دست به هیچی نزنند به هیچ جا نرند درسته روزی بودش که علنا روز مقدسی بود بنی اسرائیل در اون روز همه در خانه باقی میموندن کی از خانه بیرون نمیرفت هیچ کاری رو انجام نمیداد نه کار میکردن نه حتی آشپزی میکردن هیچی هیچ کاری هیچ کاری رو نمیکردن در روز سبت بجز اینکه با خانواده باشن و در عهد قدیم روز سبت روزی بودش که آنقدر مهم بود که فرمان داده شده بود از طرف خداوند که هر کسی که روز سبت رو بشگونه باید به قتل انجام اینه بس بکشنش سنگسارش کنن خب من همیشه این آیات رو میخوندم هیچ وقت درک نمی کردم که چرا خداوند باید حکم بکنه که کسی که روز سبت رو نگر نداره باید ادامش کنم بس بکشنش به نظرم می رسید که خیلی جزای سنگینیه برای یه نفری که فقط در یک روز به خصوص کار بکنه روز هفتم تا اینکه خداوند برام مکاشفه کرد که معنا و مفهوم روز سبت واقعا خود ایسای مسیح هستش و ما میخوام که از کریب کلام خداوند به شما نشون بدم که در واقع سبت ما ایسای مسیحه روز سبت عیسی مسیح هستش و امروز ما به عنوان ایمانداران داریم در سبت زندگی میکنیم اوکی؟ اینو میخوام از طریق کلام خدا هم بهتون نشون بدم بیایم با همدیگه به خروج فصل بیستم بریم خروج فصل بیستون آیت هشت تانا روز سبت رو یاد کن تا آن را تقدیس نمایی شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور این تصویری هستش از شش روز پیدایش آیه ده اما روز هفتمین سبت یهوه خدای توست در آن هیچ کار مکن تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و نمیدونم چی هستش بحیمت هست؟ درسته مهمان تو که در درون دروازه های تو باشد زیرا که در شش روز آیه یازده خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست بساخت و در روز هفتم آرام فرمود از این سبب خداوند روز هفتم را رو مبارک خوانده آن را تقدیس نمود اگه یادتون هستش خداوند در, روز در شش روز پیدایش در فصل اول پیدایش فصل اول درباره شش روز پیدایش صحبت میکنه هر روز خداوند یه چیز به خصوصی رو میآفرینه و در همون روز کلام خدا میگه و عصر بود و بعد روز شد عصر بود و بعد روز شد هر شش روز پید پیدایش با یه عصر آغاز میشه با یه روز تمام میشه جالبه از شب شروع میشه به صبح که میرسه تمام میشه نشانه این هستش که در زمانی که خداوند داشت اون شیش روز رو کار میکرد آن خلقتی که میخواست به وجود بیاره اول از تاریکی بود یعنی هیچی نبود اول هیچی وجود نداشت مثلا حیوانات رو به وجود بیاره در اولش هیچ نوع حیوانی وجود نداشت همه چیز از نظر این خلقت تاریک بود بعد وقتی که به اتمام میرسه همه چیز واضح میشه همه چیز روشن میشه همه خلقت کاملا به اتمام میرسه خداوند در کشمکشه خداوند در تلاشه در اون شیش روز خدا داره کار میکنه معمولا بعضی درس میدن که شیش روز شش روز بیست و چار ساعته بود در کتاب ابری درباره موعد صحبت میکنه موعد موعد یعنی یک زمان به خصوص حالا این زمان به خصوص شروع داره و انتها داره اوکی اصری هست و بعد روز میشه ما نمیدونیم که اون 24 ساعته شاید ده هزار سال باشه شاید اون موعد صد هزار سال باشه شاید اون موعد اون روز یک میلیون سال باشه خدا میگه موعد شروع و انتها بنابراین بعضی درس میدن که این 24 ساعته کلام خداوند نمیگه 24 ساعته میگه یک روز روز یعنی یک موعد اگه میخوایم مثالش هم قشنگتر ببینید در دوم پترو سهش سه میگه ای ایمانداران از این چیز میخوام با خبر باشید که یک روز برای خدا میتواند هزار سال باشد و هزار سال یک روز پس موعد برای خدا موعده برهاد شروعش و انتهاش وقت معینی داره در اون شیش روز خداوند داره کار میکنه میدونین که آفرینش برای خدا کار بود بس فکر میکرد باید تراحی میکرد بعد آنچه را که شروع کرده بود باید بهتر میکرد و بهترش میکرد و بهترش میکرد تا اینکه ازش را... مثل یه نقاشه نقاش وقتی نقاشی میکنه شاید اولین باری که میکشه چیزو کاملا راضی نباشه چه کار میکنه اون وقت نقاش دوباره شروع میکنه با نقاشیش کار کردن نه بالاخره یه زمان و یه لحظه میرسه نقاش به نقاشیش نگاه میکنه میگه واو همونی بود که میخواستم این کشمکشی که خدا داره چون کلام خدا میگه داره خدا زحمت میکشه داره کار میکنه ما احساس میکنیم که خدا در طراحی خلقتش همون اولین باری که میگه حیوانات باشن شاید حتما همه چیز کامل بود امکان داره در طول روز موعد خلقتی رو شروع میکنه دوباره عوض میکنه دوباره شروع میکنه و عوض میکنه تا آخر که میرسه میگه این بهترینه ما که نمیدونیم درسته ولی اینو میدونیم که به روز هفتم روز ششم که تموم میشه کلام خداوند میگه که خدا میگه از کاری که کرده بود راضی بود و از خلقتش خوشحال بود میگه تمام شد و جالبه که در پیدایش فصل دوم آیه یک میگه و روز هفتم خدا از تمام زحمت هایی که میکشید چیکار کرد؟ استراحت نمود حالا آیا خدا احتیاج به استراحت داره؟ نه ولی داره یه تصویر رو نشون میده تصویر خلقت اینه من کاری رو که شروع کردم تمام کردم امروز که روز هفتمه به خلقتی که انجام دادم میخوام نگاه کنم میخوام ازش لذت ببرم و در روز هفتم نه شروعی بود نه انتهایی تنها روزی هستش که نه عصری هست و نه صبحی چرا؟ چون روز هفتم نه شروعی داره نه انتهایی داره روز هفتم روزی هستش که خداوند از خلقت خودش می استه. شما میدونید که ما امروز به عنوان انسان ها در روز هفتم خدا هستیم ما هممون در روز هفتم خلقت هستیم چون از زمانی که روز ششم خلقت تموم شد خدا خلقت جدیدی رو انجام نداده آمین واضحه از اون روز تا الان ما در ثبت خدا از نظر خلقت قرار گرفتیم آیا خلقت جدیدی خواهد اومد؟ کلام خداوند میگه میگه دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید و آسمان قدیمی و زمین قدیمی به آتش از نو آفریده شدند. پس زمانی هم خواهد اومد که یه هفته جدید در خلقت آغاز میشه ولی ما هنوز وارد اون نشدیم خب چرا جالبه که خدا من روز هفتم روز هفتم و مقدس میکنه جالبه در آیه یازده میگه خداوند روز هفتم رو مبارک خوانده آن را تقدیس نمود چرا روز ششم مقدس نیست چرا روز پنجم مقدس نیست چرا روز چهارم مقدس نیست چرا روز هفتم بس مقدس باشه به خاطر اینکه در روز هفتم خدا در کار تکامل نبود همه چیز کامل شده بود آنچه که کامل شده مقدسه اینو یادداشت کنید آنچه که کامل شده مقدسه آنچه که ناکامله مقدس نیست آیا خدا کامله؟ بله پس مقدسه درسته؟ خلقت خدا در اون زمان کامل بود درسته؟ وقتی روز شیشم تمام شد خلقت خدا کامل بود بنابراین آن مقدس بود چیزی که مقدسه اون وقت مبارکم هست چیزی که مقدسه برکت میگیره چیزی که مقدس نیست برکت نمیگیره خدا فقط میتونه به چیزی که مقدس هستش برکت بده چون قدوسیتش ایجاب میکنه که به چیزی که از وحدانیت و وجود خودش آمده که مقدسه باش یکیه اونو مبارک کنه برای همین عیسی مسیح مبارکه چرا؟ چون مقدس هست پس چرا روز هفتم مقدسه؟ چون روز هفتم زمانیه که خلقت کامله و خداوند دیگه در تکاپوش کامل کردن زحمت نمیکشه. این تصویری هستش از کاری که مسیح برای من و شما کرده اگه ما از نظر خلقت خدا در روز هفتم هستیم از نظر روحانی هم در سبت روز هفتم هستیم و اینو من به شما از نظر کلام نشون میدم پس اینو آیه رو خروج بی سیازده رو فراموش نکنین روز هفتم هم مقدسه و هم مبارک هستش چرا رو نبست در روز هفتم بنی اسرائیل کار کنند چرا نباید کار کنن؟ به خاطر اینکه وقتی یه چیز کامله نمیتونی کاملترش بکنی درسته؟ وقتی شما تا نقاشی مونالیسا رو ک... کسی دیده؟ نقاشی مونالیسا رو چند نفر دیدن؟ تو خب بالاخره مونالیسا تو لووره تو فرانسه است. کسی میاد به نقاشی مونالیسا نگاه کنه بگه حالا بذم من اینجاشو عوض بکنم، یکم بهترش بکنم. همه که به مونالیسا نگاه میکنن میگن واو. واو. چه نقاشی قشنگی هیچکی تصور نمیکنه که به این نقاشی یه چیزی رو اضافه کنه وقتی که خداوند به من و شما نگاه میکنه تکاملی که در مسیح هست میبینه کار تمام شده صلیب رو میبینه چه کسی میخواد به این اضافه کنه بنابراین میگه کاری که کامل شده چه کسی میتونه اضافه کنه بهش میدونید برمیگرده به ایمان من و شما وقتی در آینه خودت نگاه میکنی چه چی چیزی رو میبینی چه چیزی رو میبینی یک انسان افتاده پژمرده گناه آلود پر از مشکلات پر از ضعفها که احتیاج به تکامل داره یا آنچه را که خداوند در من و شما در صلیب میبینه انسانی که کامل شده است مقدس شده است و به خاطر کار مسیح بر طبق ایمان شما مبارکم هست هر آنچه که میبینی آن هم به دست میاری ثبت نشانه چیز کامل شده است پس در روز کامل شده کسی نباید به اون چیزی که کامل شده اضافه کنه خروج سی و یک آیه 13 و تو و بنی اسرائیل و مخاطب ساخته بگو البته سبت های را نگاه دارید زیرا که این در میان من و شما در نسل شما آیتی خواهد بود تا بدانید که من یهوه هستم و شما را تقدیس می کنم پس به خاطر سبت من است که شما را تقدیس می کنم. در سبت هستش که مقدس شدی چرا باید به یاد بیاری چون این تصویری است از قدوسیتت در ثبت قدوسی یعنی در خونه نشستم و کاری انجام ندادم من قدوسم در جایی که حکم شده دست به هیچی نزنم در اون قدوسم نبست برم یه کاری بکنم تا قد مقدس بشم نبست برم یه نظری بدم نبست برم یه دعایی بکنم یه جایی نه بس برم اشها و هدایا بدم نه بس برم نماز دعا بخونم در, نک... در انجام ندادنم مقدسم ولی فکر انسانی میگه در انجام دادن مقدسی درسته؟ آقای آقا برو مکه برو واتیکان برو کلیسا یک شنبه اگه بری کلیسا یک شنبه مقدس تری تا اینکه نری کلیسا یک شنبه درسته؟ نه؟ فکر انسانیه دیگه اگر هدای اشها بدی مقدس تری اگر روزه بگیری مقدس تری اگر جواب بخونی مقدس تری مخصوصا که پنج بار در روز بخونی به جای یه دفعه هر چقدر بیشتر بهتر درسته؟ مغز دیگه فکر انسانیه میگه هر چقدر بیشتر طولانیتر بهتر یه خواهری بود با هم صحبت میکرد میگفت من روزه 21 روزه بگیرم بهتره یا روزه 40 روزه میگفتم نگیری بهتره اگه اینجوری میخوای فکر کنی چون فکر است. در کردن خودت خودتو مقدس فکر کردی هستی و ثبت میگه دست بردار ایست من تو را کامل نمودم مگه میتونم من کامل باشم مگه میتونم من کامل باشم مگه تو نمیدونی من چه کار دارم میکنم تو زندگی شخصی م? پس من چه میتونم کامل باشم آنچه را که مسیح در شما من انجام داده در روح من و شما انجام داده روح من و شما این جسم من مردنیه و داره میمیره هر روز داره میمیره هر روز در حال مرگه هر کاری هم من بکنم این جسم بالاخره میمیره این جسم من توش مشکلات فراوانی زیاد وجود داره ولی مانی اصلی روح من هستش و مانی اصلی امروز در مسیح خداوند کامل گشته و در مقامهای آسمانی در کنار دست عیسی مسیح نشسته است کلام خدا میگه مگر نمیدانید شما در کنار عیسی مسیح در مقامهای آسمانی نشسته اید نه نشست نه, نخواهید نمیگه خواهید نشست میگه نشسته اید پس اگه من میتونم در کنار عیسی مسیح بشینم در آسمان روحانی چرا این, چرا این احترام روحانی چرا این پوزیسیون به من داده شده چگونه به خاطر اینکه کامل هستم آنچه را که مسیح آفریده مقدس است جسمم چی جسمم در, جسمم به خودش نگاه میکنه میگه باید یه کاری بکنم تا کامل بشم باید یه کاری بکنم تا بهتر بشم جسم من در روز اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفته داره زندگی میکنه و دائما داره فکر میکنه که اگه بتونه از این تاریکی که اصره به اندازه کافی اگه کار بکنه بالاخره به طلوع صبح میرسه تمام مذاهب این فلسفه رو درس میدن تمام مذاهب این فلسفه رو درس میدن که شما ناکاملی ولی تدریجا کامل میشی بعضی هم درس میدن که چندین عمر وقت داری این کارو کنی میمیری و دوباره زنده میشی میمیری دوباره زنده میشی میمیری دوباره زنده میشی یه روز مگس یه روز انسانی نمیدونم یه روز پشه ای یه روز دوباره میاد بعد گاو میشی خدا میدونه چی میشی ولی اونقدر بهت خدا وقت میده که یه روزی مثل خود خدا بشی کی چه مرحله و کی هستش کی استاندارده میذاره که کامل شدم این هم میشه زندگی؟ یا اینکه مسیحیت چیزی رو درس میده که هیچ دیگه درس نمیده به خاطر ایمانت کامل گشتی و حالا چون کامل هستی بذار آنچه که در درون تو نهفته شده گذاشته شده بیرون بیاد هستی به خاطر آنچه که هستی زندگی کن دست بردار در ثبت زندگی میکنی پس اگه کار نیکویی میکنم چرا میکنم چون میخوام مقدس بشم یا به خاطر اینکه مقدس هستم کار نیکو میکنم چون مقدس هستم درخت سیب چی تولید میکنه درخت گلابی چی تولید میکنه فیل چی تولید میکنه نهنگ نه چی کار میکنه میمون چی کار میکنه میمون تولید میکنه درسته مقدس چی تولید میکنه؟ میوه قدوسیت میده. دست خودم نیست، باید میوه بدم. وقتی من یه درختو میکارم به درخت ارد نمیدم. آقا الان که کاشتمت، مجبوری از همین هفته میوه بدی. درخت درخت سیبه، سیب تولید میکنه. چه بخواد و نخواد. درسته؟ سیبه. کار دیگه بلد نیست بکنه. خب؟ نمیست بهش ارد بدی هر هفته بهش فرمان بدی آقا سیب تولید نکنی میوه تولید نکنی نمیشه درخت سیب سیب تولید میکنه وقتی بفهمی باور داشته باشی که مقدس هستی باور داشته باشی که مقدسی میوه قدوسیت تولید می‌کنه. و اگه باور نداشته باشی هی سعی میکنی چیزی رو تولید بکنی که باور نداری داری یه میوه گندیده تولید میکنه که ما اسمش رو مذهب گذاشتیم ریشه مذهب همینه آنچه را که ندارم سعی میکنم به دست بیارم خدا میگه آنچه را که داری بهت دادم هرچی میخوای بهش اضافه کنی اضافیه مذهب مثل اون, مثل اون کر میمونه که تو سیب میزنه میوه رو خراب میکنه مذهب میوه قدوسیت رو خراب میکنه کرمه دیدنی نیست توش لونه میکنه و تو بنی اسرائیل مخاطب ساخته بگو البته سبت های مرا نگاه دارید زیرا که این در میان من و شما در نسل های شما آیتی خواهد بود تا بدانی که من یهوه هستم و شما رو من مقدس نمودم هیچ کی خودش خودشو مقدس بکنه هیچ کسی نمیتونه با دست خودش خودشو مقدس کنه حالا هر چه قدم که میخوای آدم مذهبی بشی هیچ وقت نمیتونی عزیز من چه در کلیسا چه در اسلام چه در یهودیت چه در هر فرقه و مذهبی دیگه که میخوای بری هیچ کی نمیتونه این کارو کنه اتفاقا هر چقدر بیشتر سعی کنی مایوس تر میشی هر چقدر بیشتر به خودت فشار بیاری آدم رنجیده دلی میشی چون میدونی که مقدس به اندازه کافی نیستی اون وقت زخم خودت هم به دیگری اضافه میکنی چون اون وقت به جای اینکه خودتو بد ببینی دیگران هم بدتر از خودت میبینی که میشه شامل تمام آدمیان مذهبی که دنیا رو اداره میکنن اجتماع رو به زجر و درد میکشن درسته؟ تو اجتماع خودمون تو ایران به اندازه کافی دیدیم و تجربه کردیم که مذهب چی کار میتونه بکنه پیدایش دو یک و دو و آسمان و زمین و همه لشکرهای آنها تمام شد و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد یعنی تمام شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت عیسی مسیح بر روی صلیب آویزانه ساعت شیش بعد از ظهر جمعه که روز ششم هستش میدونی که بنی اسرائیل هفتهشون درسته از ج... از در واقع از یک شنبه شروع در واقع از جمعه روز ششمشونه شنبه روز هفتمشون هستش یک شنبه روز هفتمشون نیست یک شنبه روز اولشون هستش شش بعد از ظهر در واقع انتهای روزشونه ساعت هفت بعد از ظهر ساعت اول روزشون هستش مثل 24 ساعت ما نیست ساعت شیش بعد از ظهر تقریبا روز جمعه عیسی مسیح روی صلیب آویزانه در انتهای روز چندم ششم عیسی مسیح نگاه میکنه و میگه تمام شد چه چیزی تمام شد چه چیزی بود که تمام شد روی صلیب چه کاری رو عیسی مسیح میخواست انجام بده که براش تلاش کرد تکاپو کرد زحمت کشید بار کشید کامل کردن من و شما مقدس کردن انسان ها ساعت شش تمام شد میگه تمام شد خلقت من تمام شد کلام خداوند میگه همه چیز از نو تازه شد هر که به عیسی مسیح ایمان آورد تولدی تازه نموده است همه چیز که در گذشته بود تمام شد همه چیز از نو تازه شد یعنی خلقتی جدید به وجود آمد روی صلیب ساعت شیش بعد از ظهر تمام شد کار من تمام شد کار چی بود عیسی مسیح برای چی اومدی برای چه خلقتی زحمت کشیدی که مانی عرفانو کامل کنم آنچه که کامل نبود کامل بشه روز هفتم رو کجا سر برد جسمش کجا بود جسم عیسی مسیح کجا بود روز هفتم تو قبرش بود جالبه نه؟ روحش کجا بود؟ در زیر زمین داشت چیکار میکرد؟ جزای گناهان رو میداد ولی جسمش کجا بود؟ کجا بود؟ بگید دیگه بزنتر بگی من نمیشتم بابا مثل اینکه هیچکی مثل اینکه سفونه و نهار نخوره جسمش کجا بود؟ در قبر بود جسمش و روانش در قبر بود روحش در زیر زمین داشت جزای گناهان رو میداد حالا تصویر من و شما هم به همین شکله حال که به مسیح عیسی ایمان آوردیم تمام شد دیگه درسته روح ما به جای اینکه در زیر زمین قرار بگیره به خاطر جزای گناهان که داده شده در آسمان قرار میگیره پس برای همین کلام خدا میگه حال شما در مقام های آسمانی با عیسی مسیح نشسته اید چون زمانی که نجات پیدا می کنی کجا میری؟ آنن میری جایی که بایست بری ولی جسمت کجاست؟ جسمت کجاست؟ علنا جسم با مسیح دفن شده چرا بایست دفن بشه؟ چرا باید دف بشه؟ به خاطر اینکه جسم تو چیزی دیگه بلد نیست بچتون اینکه برگرده به مذهبش تنها چیزی که جس بلده اینه که یه قانون بهش بدی بگو آقا یک به دو دو با سه اینجوری بری جلو مقدس میشی و خدا میگه من دیگر زیست نمی کنم بلکه عیسی مسیح هست که در من زیست می کند یعنی باور داشته باش این رو که خدا میگه مانی تو خواهش می کنم از این کار بیا کنار بذار من در تا زندگی کنم باور داشته باش بذار استراحت بکنی بیا تو قبر با من بخواب اون وقت بذار من قدم های تو رو بردارم بذار من دستای تو رو حرکت بدم بذار من با زبون تو صحبت بکنم از این میدون زندگی بیا کنار بذار من جای تو زندگی بکنم ثبت من کجاست ثبت من جایی هستش که من استراحت بکنم میخوام یه آیه رو با هم دیگه بخونیم، سب کنیم. من از آیه رو از،, از از چیز جدا میخوام بکنم یه لحظه. اون آیهی هستش میگه من آرامش به شما میدم، آرامشی که دنیا آن را درک نمی کند. سب کنید. سب کنید. بیاید با هم دیگه در متا 11 28 تا 3 این آیه اینجا نیست. متا 11 28 تا 3. اینو خارج از اوکی okay. متا 11 رسی میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشام و گرانباران من شما رو آرامی یعنی کلمه آرامی میدونی اینجا چیه؟ سبت کلمه آرامی رو از سبت ترجمه کردم میخواید ترجمه شو میگه بیایید نزد من ای زحمت کشام. و ای گرانباران من شما رو ثبت خواهم بخشید یوق مرا به خود بگیرید و از من تعلیم بگیرید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود ثبت رو خواهید یافت چند بار من این دعا، من چند بار این آیه رو برای اذان خوندم میدونی من چه دریافتی کردم از این آیه اول میگفتن حتما خدا میخواد به شما آرامی بده دلت ناراحت فکر در عذاب زندگی سخته برادرم خواهرم در زیاد میکشی کار نداری بچت مریضه حتما ناآرامی بس برات دعا بکنم که آرامی بگیری این آیه هیچ ربطی به این نداره اوکی مثل بقیه آیه هست که من تازه دارم میفهمم که اصلا خدا یه چیزی رو که میگه کاملا درکم امروز تازه دارم میفهمم که من عهد جدید و خوب بلد نبودم و اشتباه هم درست دادم حالا میدین منظوری های چیه؟ میخواید بدونید؟ میگه ای زحمت کشان ای کسانی که دائما دارید زحمت میکشید و بار گرانی رو پشت خودتون هم میکنید که خودتون رو مقدس کنید هی hey دارید سعی میکنید داره با کی حرف میزنه اینجا؟ با بنی اسرائیل داره صحبت میکنه که میخواد چیکار کار بکنه شریعت رو حفظ بکنه همیشه گفتم آیات رو به شنونده مربوط بکنید میگه ای گرام باران خستم اینقدر بار سنگین داری که میخوای خودتو مقدس کنی نمیتونی این بار سنگین رو تو نمیتونی هم بکنی این بار خیلی سنگینه خستت میکنه هی میخوای خودتو مقدس نگرداری بر طبق شریعت نمیتونی بیا پیش من بیا پیش من بیا عزیز من من به تو ثبت میدم من به تو آرامی میدم این بار سنگین قدوسیت رو از رو تو بر چون نمیتونی مقدس کنی خدا تو من اینو بهت هدیه میدم این هدیه صلیبه این هدیه صلیبه بیا نزد من میدونی وقتی من مسیحی نبودم بعد آدم مسلمون خیلی و دعاتشه هیچ وقت نبودم حقا نبود بگم خانواده من اینجوری نبودم ولی همیشه میخواستم ببینم چی کار بکنم که به بهشت برم یادم هشت سالم بود تو کتاب کنار تخت خوابم نشسته بودم میگفتم خدای اگه من امروز بمیرم کجا میرم هشت سالم بود سوالیه دیگه درسته برای هر کسی سوالیه سوال کرد اگه امروز بمیرم کجا میرم و میدونستم که نمیتونم واقعا میدونستم آقا من نمیتونم برم نماز بخونم پنج در روز اونجور آدمی نیستم نمیتونم 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 سیستمای مذهبی که دارم بهم یاد میدن و انجام بدم و میدونستم تو قلبم این درست نیست یه جایش یه جایش اشکال داره نمیدونستم کجاش اشکال داره ولی میدونستم یه اشکالی توش تو هست بعد رفتم مدرسه مس... دامبوسکو میدونین تو ایران مدرسه چیز بود کاتولیکا بود قبل از انقلاب سه سالم اونجا درس خوندم اونجا هم که نگاه می کردم میدونم این پدرهای روحانی میرفتن جلوی مجسمه مریم میشستن دائم ها دعا میخوندن بعد خودشون تسبیح هم داشتن حتی تسبیح داشتن همینطوری دعاهاشون رو تکرار می, کردم. می پرسیدم می گفتم شما چه کار می می گفت من بس امروز هفتاد بار اینا تکرار کنم و اون یکی یه یک کار دیگه میکرد اونجا هم کردم اونجا هم کردم اونجا هم گفتم من نمیتونم این کارا رو بکنم این چه بار سنگینی برای من گذاشته شده پس چی کار کردم مثل هر کسی دیگه که به این نقطه میرسه ول کردم گفتم یه خدا وجود نداره ای اگرم هست من دیگه جهنم میشم با بقیه میرم جهنم به این نتیجه رسیدم تقریبا همان هم به این نتیجه میرسن چون باریه که نمیتونی هم بکنی کی میخواد هفتاد بار بره هلمری به بخونه صد بار این کارو بکنه 20 بار اون کارو بکنه چه نتیجه داره بعد اگه یه روز نکنه بس فراموش نکنه جبران کنه کی میتونه این لیست رو حفظ کنه چه کسی میتونه این بار سنگین رو هم بکنه بیایید نزد من ای گران باران خسته دلان من به شما ثبت خواهم داد تمام وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری کلام خداوند میگه مقدس هستی نه به خاطر اعمالت به خاطر ایمانت و پدر ما ابراهیم بود و به خاطر ایمان خود برای او تقدیس یا عدالت محسوب شد به خاطر کاری که عیسی مسیح کرد حال امروز من کامل هستم چرا دیگری بکنه و تو تو محسوب بشی اگه به خاطر گناه آدم همه ما محکوم شدیم به خاطر اطاعت یک نفر همه میتونن آدر شمرده بشن اگه حاضریم که هممون رو محکوم کنیم چون آدم گناه کرد خدا هم میگه حاضرم همتون رو مقدس کنم به خاطر عدالت و اطاعت یه نفر قصد دوم این آیه حتی قنی تره. میگه حالا از من یاد بگیر زندگی کردن از من یاد بگیر چجور زندگی کردن از تو یاد بگیرم این مسیح یوغ من رو به خود بگیر و از من تعلیم بیا زیرا من حلیم و افتاده دل میباشم میخوای تو زندگیت آرامش رو تجربه کنی؟ اول آرامش رو بهت میده آرامش اول مجانیه آرامش اول مجانیه بهت داده میشه درسته؟ رایگانه میگه فقط به من ایمان بیار ولی آرامش دوم رو بایست بگیری بگیری میبینی کلام میگه نفوس خود آرامی خواهی یافت و در نفوس خود آرامی خود بس یه کاری رو بکنی برای دومی باید مثل مسیح زندگی بکنی مسیح چجوری زندگی کرد؟ مسیح اینجوری زندگی کرد مثل یک غلام مثل یک چی؟ غلام مثل یک خادم مثل یک برده پاشوری دیگران رو کرد تنها کسی که میتونه آروم باشه کسیه که زندگیش رو به دیگری داده و دیگه مسئول زندگی خودش نیست تنها رایی که شما ها میتونه بیاد اینجا دیگه از من تقاضای دعا برای آرامش خودتون نخواهید به خاطر اینکه کسی که میگه بیا برام دعا کن من ناآرومم داره اینو اعلام میکنه معذرت میخوام توهین نیست آقا من هنوز نگران زندگی خودم هستم من هنوز نگران زندگی خودم هستم من هنوز نگران فردام نگران امروزم نگران کارم نگران همه چیز هستم برای همین ناآرامم و زمانی که برای زندگی خودت نگرانی ناآرامم خواهی باقی ماند چون تنها راهی که میتونی آرامش رو تجربه کنی این ثبته اینه که میگی عیسی مسیح ببین تو مثل یک کسی بودی که میگه یوق من رو بگیر میدونی یوق رو کی میذاشتن یوق رو چی میذاشتن گاف گاو چی کار میکنه برای دیگری؟ خدمت میکنه تصویر یه گاو استفاده میکنه برای خودش برای خودش تصویر یه گاو استفاده میکنه گاوی که داره یوق دیگری رو میکشه میگه بیا با هم دیگه یوق زندگی تو بکشیم با هم دیگه من میکشم تو کنار من واسه از من یاد بگیر من آدمی افتاده دل بودم آقا فکر خودم چون فکر خودم نیست نبودم میدونستم پدرم هوای منو داره وقتی مثل یک غلام زندگی میکنی پاشوری دیگرانو می میکنی تمام آرامش سبت رو تجربه میکنی آرامشی که مردم التماس دعا میکنن میان جلو دائم از کلیسا میخوان و نمیتونن تجربه کنن هر چه قدم دعا میکنم میگن چرا خدا بهم آرامی نمیدی چون هنوز فکر خودت هستی ازدواجم بچه هم, کارم آینده آخرشم با م تموم میشه چون مال توه درسته؟ من چه کار میتونم برات بکنم؟ قبلا اینجوری دعا میکنم. خدا به این برادر و خواهر آرامش بده دیگه این کار نمیتونم بکنم چون این آرامش من نمیتونم به کسی بدم تا زمانی که هویت درست در خودش پیدا کنه به شباهت مسیح زندگی بکنه تنها راهی که شخص میتونه آرام بشه این هستش که به شباهت خود مسیح زندگی بکنه پس دعایی که میکنم که خداوند رو کمکش بکن که به شباهت عیسی مسیح غلامی و پاشوری دیگران را بتونه بکنه تا در زندگی خودش تا در زندگی خودش ملکوت تو اول بیاد و بعد خودش دوم بیاد آن وقت آرامی تجربه میکنه. سبته دو تا سبت استفاده میکنه. ثبتی سبتی که به شما داده میشه و سبتی که باید با دست بگیری کدومشو میخوای؟ اولیش اولیشو راحت به دست میاری ولی بعضی از ماها چون شریعتی و مذهبی هستیم اینم که به ما داده میشه برمیگردیم دوباره به همون زندگی قدیمی دوباره سعی میکنیم یه جوری خودمون رو کامل کنیم دومیش چی دومیش خیلی مهمه دومیش من تو کلیسا شاهدم من 20 سال دارم شبانی میکنم نادر افرادی هستند که به شکل غلام زندگی میکنن نادر افرادی هستند نادر ایمانداری هستش که خودش رو مهمتر از دیگری نبینه تو باطن خودش شب به دیگری بگه آقا من هیچ کارم هیچ کی نیستم ولی تو نفس خودش همه چیز دور خودش میگرده حتی خدمت برای همه ازش تو کلیسا همه میخوان اینجا باستن چرا؟ چرا همه میخوان اینجا باستن؟ چون اینجا دنیا دور شما میگرده از دید مردم ولی باور کنید اینجا زحمت اینجا درد اینجا فکر دائم دیگرانه دائما بس فکر دیگری باشی زندگی خودتو میبازی اینجا اینجا سودی توش نیست میدونستید؟ هیچ سودی تو این نیست که اینجاست تنها سودی که اینجا هست ملکوته که همه چیز هست ولی برای خود شخص سودی نیست چنده ساعت چنده هیچی من نمیم اوکی پنج دقیقه دیگه تمام میکنیم خب یه داستانی هست با این داستان تمام میکنم در خروج 16 فصل, آیه فصل 16 آیه 22 یادتون هست که در داستان بنی اسرائیل که به صحرا رفته بودن درسته اونا گفتن ما گرسنه هستیم درسته ما گرسنه هستیم خداوند گفت اگه گرسنه هستیم براتون نون میفرستم نان آسمانی کلمه انگلیسیش منا, منا. حالا به فارسی نمیدونم چی میگن فارسی چی هستش مانا هستش میدونستین که این نون در واقع یه چیز عجیبی بودش که تو صحرا روی چی روی سنگ ها رو روی بیابان میشست صبح که میرفتن این نون رو جمع میکردن شیش روز درسته بعد همون شب میخوردن و خدا بهشون گفته بود که این نون رو بیشتر از اون حدی که نیاز دارید جمع نکنید چون اگه برای روز فردا نگهداری خراب میشه اوکی خب بعضی هم این کارو میکردن همون روز هفتم هفته اون چی که اضافه جمع کرده بودن کرم میخورد ولی گفت روز ششم که میری بیرون به اندازه دو روز بهت میدم روز ششم آیه فصل 16 میگه و واقع شد در روز ششم که نان مضاعف یعنی برای هر نفری دو عمر برچیدن یعنی برای هر کسی دو برابر پس همه رو اصلای جماعت آمده موسا را خبر دادن عیسی مسیح میگه من نان حیات هستم معنی منا یا نان آسمانی به عبری اینه این چی هست این چیست این چیز عجیب غریب که رو صحرا جمع میشه چیه که ما میتونیم بخوریم درس اینه آقا شش روز نشانه عهد قدیم شریعته هر روز که جمع میکنی بر طبق شریعت نمیتونی اونو به روز بعدی برسونی در زمان عهد قدیم چیکار میکردن برای نجات قربانی میکردن درسته قربانی که میکردن این بود قربانی میشد برای اون سال کافی بود ولی به سال بعد نمیرسید مثل نان آسمانیه آن نان آسمانی تو رو امسال حفظ میکنه امروز حفظت میکنه تو نمیتونی اون رو برای روز فردا جمع بکنی این نشانه عهد قدیمه قربانی عهد قدیم مثل نان شیش روزه روز بعد خراب میشه هر, هر روز برای گناه اون روز باید چه کار بکنی؟ شفاعت بکنی ولی روز ششم میاد روز ششم میاد و دو برابر میاد و روز هفتم نان کافی برای کل روز هست حتی احتیاج نیست که بری جمعش بکنی نون روز ششم ایسای مسیحه نون روز ششم ایسای مسیحه هم برای عهد قدیم کافی بود روز ششم هم برای عهد جدید هم اونا رو قضا داد هم ما رو قضا داد ما که در کلیسا هستیم حتی نباید برای جمع کردنش بریم یه جایی به ما داده من نان حیات هستم هر که از این نان بخورم ما در روز هفتم داریم زندگی نان آسمانی به ما داری. داریم جایگان از این نان میکنیم چون در روز هفتم هم زندگی میکنیم نه شروع داره نه انتها داره تا عبد و آباد تا زمانی که عیسی مسیح با ما این ادامه داره ما نه شروع داریم نه انتها داریم دائما از این نون هر روز میخوریم گرسنه خور از این مسیح این نان امروز با هم دیگه خوردیم این ایسای مسیح نانی هستش که شما رو هر روز حفظیم. بر طبق این این نان هستش که به شما آرامش میده این نان هستش که شما رو از بار سنگین مقدس شدن نجات میده این نانی هستش که شما رو حفظ میکنه عیسی مسیح هستش و این نان خراب نمیشه آمین